بازگوکننده رژیم و خدمات رسانی مسعودی هاست، پشت سالن انتظار به بیماری برخورد کردند که 5 روز به انتظار پزشک مانده بود. یا بیماران بدبختی را دیدند که مقابل بیمارستان های سینا، امیر اعلم، در پیاده رو، روی پله ها و کنار دیوارها به انتظار نشسته بودند و در معالجشان چتابی به چشم نمی خورد. مرد سرطانی روزها در انتظار اشعه پشت در می ماند. این گفته ی روزنامه ایست که سرسپردگانش از فرمان برداران نوکر صفت رژیم هستند. در روزها استثمار دولتی جایگزین استثمار مالک شده است. انبوه خوشنشین ها چیزی بجز قرضهایشان را ندارند که از دست بدهند. همین هاست که آمادگی انقلابی به وجود می آورند. روستاییان وضعشان بدتر و بدتر می شود. در چنین شرایطی تنها راه مبارزه، راه انقلاب مسلحانه توده‌ای باقی می ماند. داستان صحبت را قطع کرد و گفت: چون دادگاه علنی است، از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می کنید و مطالب را تحریف و به مقدسات اهانت می کنید. مسعود رجبی: آقا دادگاه رئیس دارد، مگر نوبت شماست که حرف میزنی؟ دفاعیات ما همه در رفع اتهامات مذکوره است. به قول خودتان جلسه علنی است، مگر ما حرف منافی اخلاق زده ایم؟ دادستان: اگر ادامه دهی تقاضای سری بودن دادگاه را خواهم کرد.